28 نوامبر سال روز تولد فریدریش انگلز، یکی از برجسته ترین آموزگاران و رهبران جنبش کارگری جهان پس از مارکس است که مشترکاً سوسیالیسم علمی و ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی را پایه‌گذاری کردند. انگلز در 28 نوامبر سال 1820 در بارمن آلمان متولد شد. از نوجوانی به مبارزه علیه نظم استبدادی پروسی حاکم برخاست. در آن ایام آلمان آبستن تحولات سیاسی بود و نظرات فیلسوف بزرگ آلمانی هگل در میان محافل روشنفکری آلمان طرفداران فراوانی داشت، چرا که دیالکتیک هگل نشان می‌داد که چیزی ثابت، مقدس و لایتغییر وجود ندارد. انگلز 21 سال داشت که به جرگه هگلی‌های جناح چپ پیوست و نوشته‌هایی در نقد جناح راست انتشار داد. او در سال 1842 به انگلیس رفت. و در اینجا بود که از نزدیک در ارتباط مستقیم با زندگی و مبارزه طبقه کارگر قرار گرفت و کمونیست شد. مقالاتی که او از این پس انتشار داد تحول فکری و در این حال ایده های نوینی که شالوده های سوسیالیسم علمی را تشکیل می دهند و همزمان کارل مارکس در شکلی منسجمتر به آنها دست یافته بود نشان می داد. اما معروف ترین اثر انگلز که در این سالها در تدارک تدوین آن بود، وضع طبقه کارگر در انگلستان نام گرفت. انگلز در رابطه ای زنده و نزدیک با توده های کارگر شرایط زندگی کارگران انگلیس را مورد بررسی قرار داد و تحلیلی جامع از فقر، محرومیت، گرسنگی، بیکاری، بیماری، وضعیت وخیم بهداشت و مسکن کارگران و نیز مبارزات آنها را در این اثر ارائه داد. انگلز در این نوشته سرمایه‌داران را شدیداً مورد حمله قرار می‌دهد و خطاب به کارگران می‌گوید: اگر شما از آنها انتظار کمک ندارید، محق و بیچون و چرا محقید. منافع آنها از بیخ و بن با منافع شما در تناقض قرار دارد. انگلز در جریان ملاقاتی که در سال 1844 در پاریس با مارکس داشت، گفتگوی مفصل و رو در روی میان آنها صورت گرفت که به یک همکاری مادام العمر مبتنی بر عقاید و مبارزات مشترک و هدف مشترک انجامید که نخستین نتایج آن دو اثر ارزشمند مشترک مارکس و انگلز، خانواده مقدس و ایدئولوژی آلمانی بود که با نقد نظرات ایدئالیستی و نیز ماتریالیسم متافیزیکی، ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی به شکلی جامع فرمول بندی شد. گردید. در همین حال فعالیت‌های عملی مشترک مارکس و انگلز در رابطه با جنبش کارگری بست یافت. در اوایل سال 1845 کمیته ارتباطی ایجاد کردید و با فعالین کارگری در پاریس، آلمان و انگلیس ارتباطاتی برقرار کردید
که حاصل این تلاش ها تحول نظری اتحادیه بین المللی عدالت در انگلیس و پذیرش نظرات مارکس و انگلس بود. با پذیرش سوسیالیسم علمی، نام اتحادیه عدالت به اتحادیه کمونیست تغییر یافت و شعار کارگران جهان متحد شوید به جای انسان ها همه برادرند قرار گرفت. به مارکس و انگلس مأموریت داده شد که بیانیه اتحادیه را تدوین کنند که در سال 1848 به نام بیانیه حزب کمونیست اثر مارکس و انگلس انتشار یافت. در پی انقلابات 1848 انگلس به همراه مارکس به آلمان بازگشت و علاوه بر مقالاتی که در نشریه تحت مسئولیت مارکس می نوشت در جریان قیام ها فعالانه شرکت داشت. انگلس که به ویژه در سالهای اواخر انترنسیونال اول نقش فعالتری در کنار مارکس در این تشکیلات بین المللی طبقه کارگر بر عهده گرفته بود، پس از مرگ مارکس که احزاب سیاسی کارگری متعدد و قدرتمندی شکل گرفته بود، بار سنگین تری بر دوش گرفت و به مسائل مختلف ایدئولوژیک سیاسی و تشکیلاتی که سازمانهای پرولتری با آن روبرو بودند پاسخ می گفت. انگلس در سالهای پایانی عمر خود همانند دوران جوانیش به فعالیتهای عملی و نظری در جنبش کارگری ادامه داد و وظیفه انتشار جلد دوم و سوم کاپیتال کارل مارکس را از میان انبوه نوشته های اقتصادی وی به انجام رساند. انگلس در 5 اوت سال 1895 از میان کارگران رفت، اما نام و یاد او به همراه آثار و آموزش‌های ارزشمندش در کنار کارل مارکس در میان کارگران سراسر جهان زنده و جاوید باقی مانده و خواهد ماند.